به نام خدا سلام. هنری کیسینجر که در سال 1970 وزیر امور خارجه دولت ریچارد نیکسون در آمریکا بود، بیان کرد اگه شما نفت رو کنترل کنین، کشورها رو کنترل خواهید کرد و اگه غذا رو کنترل کنین، کنترل مردم رو به دست خواهید گرفت. در سال 1974 شورای امنیت ملی آمریکا زیر نظر هنری کیسینجر مقاله 200 صفحه‌ای منتشر کرد. در این مطالعه ادعا شد رشد جمعیت جهانی تهدیدی بزرگ برای امنیت ملی آمریکاست. خط مشی در سال 1975 توسط رئیس جمهور جرارد فورد تصویب شد تحت عنوان NSSM 200، که حاوی طرح‌های مخفی برای کاهش جمعیت جهان در کشورهای کمتر توسعه یافته بود. کاهش جمعیت جهان از طریق جلوگیری از بارداری و برنامه‌های مرتبط مثل سقط جنین آزاد، راه‌اندازی جنگ‌های مختلف، ایجاد خشکسالی و قحطی به شیوه‌های مختلف. این قانون تصویب شده سال‌هاست که در حال اجراست و قدم به قدم طرح‌هاش در حال پیاده‌سازیه. اما در کشورهای دیگه چگونه و با چه روشی باید این اهداف پیگیری و دنبال بشن؟ قطعاً به صورت مخفیانه و دور از چشم دولت‌ها و رؤسای کشورها که امکان پذیر نیست. باید راهکاری وجود داشته باشه که علناً این اهداف دنبال بشه بدون اینکه باعث شورش مردم بشه. ولی چطور؟ در سال 1945 سازمانی در نیویورک آمریکا تأسیس شد تحت عنوان سازمان ملل متحد. سه سال بعد یک آژانس تخصصی در سازمان ملل تأسیس شد که نقش مرجع سازمان دهنده بر بهداشت جامعه جهانی را بر عهده گرفت، سازمان جهانی بهداشت. اما مرکزش در کجا واقع شد؟ در سوئیس. چرا سوئیس و نه در داخل خاک آمریکا؟ خب، باید اهداف به صورت مخفی دنبال بشه و همزمان انگشت اتهامی هم در کار نباشه. همه کشورهای عضو سازمان ملل در سازمان بهداشت جهانی عضو هستند و موظف به رعایت دستورالعمل هاشند. الان دارید فهرست افزودنی های مجاز خوراکی رو میبینین که توسط وزارت بهداشت و آموزش پزشکی ایران منتشر شده و در سایت رسمیش قابل دانلوده. اگه فهرست رو شخم بزنین میبینین این مواد به تمامی آردها و نونهای تولیدی نون در ایران و سایر کشورهای عضو سازمان بهداشت جهانی به صورت قانونی و رسمی اضافه میشن توسط دولت و تحت عنوان استاندارد ملی. تعدادشون بسیار زیاده. بیاین تعدادی از اینها رو مورد بررسی قرار بدیم. مصرف طولانی مدت آسکوربات پتاسیم باعث آسیب به کلیه ها و نارسایی کلیوی و همینطور رسوب آهن در رگ ها و در نتیجه سکته قلبی میشه. آسکوربات پتاسیم در کشورهای انگلستان و آمریکا برخلاف ایران یه افزودنی کاملا غیر مجازه. استات کلسیم علاوه بر ایجاد یبوست مزمن که ام الامراض و دروازه ورود و ایجاد بیماری های مختلفه، باعث افزایش سطح کلسیم در بدن و آسیب به کلیه ها میشه. در چنین حالتی دچار حالت تهوع، استفراغ، یبوست، تشنگی، افزایش ادرار، ضعف مایشه ها، درد استخوانی، گیجی، کمبود انرژی و احساس خستگی مداوم خواهید شد. مصرف زیاد و طولانی مدت آسکوربات سدیم باعث اسهال، حالت تهوع، استفراغ، درد، اسپاسم شکمی و سوزش سردل میشه. اسید سوربیک اضافه شده به نون باعث بروز حساسیت‌های پوستی مثل کهیر، خارش مداوم و سوزش پوست میشه. آبریزش از چشم‌ها، خسخس سینه، آبریزش بینی از عوارض دیگه اسید سوربیکه. پروپیونات کلسیم رابطه مستقیمی با بیماری دیابت و همینطور اوتیسم داره. اوتیسم فرد رو از زندگی که هر پدری برای پسرش آرزو داشته محروم میکنه. پروپیونات کلسیم در کشورهایی مثل چین، روسیه، فرانسه و استرالیا ممنوع شده، اما همچنان در ایران داره استفاده میشه. این ماده با تخریب پوشش جداره داخلی معده باعث بروز زخم معده شدید شده و زودرنجی، بیقراری، عدم تمرکز و اختلال در خواب از عوارض دیگرشه. فسفات سدیم آلومینیوم خطر بیماری‌های قلبی و حمله قلبی و مرگ ناگهانی رو افزایش میده. اختلالات عصبی، کمخونی، مشکلات استخوانی، یبوست، تخریب مغز، کاهش یا از دست دادن کامل حافظه، دیوانگی و آلزایمر از عوارض دیگه فسفات سدیم آلومینیومه. یکی از عجیب‌ترین افزودنی‌های موجود در این لیست سم فسفینه که مورد استفاده‌اش در آفت‌کش‌ها و قرص مرگبار برنجه. بله، در نانی که میخوریم مقدار اندکی از ترکیب قرص برنج وجود داره. خاصیت سمی آلومینیوم فسفید به خاطر گاز فسفینه و از فعالیت آنزیم‌های سلول‌های حیاتی جلوگیری کرده و باعث نابودی بافت‌های بدن میشه. در دوزاژ پایین، یعنی در همین دوزی که توی نون ریخته و استفاده میشه و در طی زمان، باعث بیماری‌های قلبی عروقی، حمله قلبی، ایست قلبی، تخریب ریه و دستگاه تنفس، تنگی نفس، ادم ریوی، تخریب دستگاه گوارش، افت فشار
فشار خون، یرقان، بزرگ شدن کبد و تحال و انسداد روده میشه. من فقط چند تا از افزودنی های اول رو مورد بررسی قرار دادم. اگه میخواستم عوارض همه اونها رو در یک کلیپ جا بدم، باید ساعت‌ها کلیپ میساختم. در تمام این افزودنی های مجاز واضح ترین و مشترک ترین بیماری که ایجاد میشه، آلرژی یا همون رینیت آلرژیکه که هیچ درمان قطعی در طب کلاسیک براش وجود نداره و فرد مبتلا تا پایان عمر اسیر سوزش چشم، عدسه، آبریزش بینی و خستگی مفرط خواهد بود که فرد رو از کار و زندگی و فعالیت و حضور در اجتماعات میندازه. اما چه هدفی وجود داره که بیایم و یه سری مواد شیمیایی رو به مواد غذایی اضافه کنیم و بعد مدعی بشیم این مواد باعث جبران کمبودهای تغذیه‌ای بشر میشه؟ آیا اینا دارو هستن یا خوراکی‌ان؟ اگه دارو هستن چرا باید به انسان‌های سالم خورانده بشن؟ اگه خوراکی و مواد غذایی مثل میوه‌ها، سبزیجات و گوشت‌ها هستن، خوراکی‌ها خاصیت سیرکنندگی دارن و هر کدومشون انبوهی از مواد معدنی طبیعی رو در خودش داره، در حالی که این مواد شیمیایی ابداً اینطور نیستن و چنین خواصی رو ندارن. پس به هیچ وجه نمیتونن مواد غذایی باشن. اما چی‌ان؟ پاسخ ساده است: ابزاری برای تخریب با فریب بزرگی به نام علم. علمی که با خرج کردن پول توسط دولت‌های خرابکار و ضد بشر و تولید کنندگان خرابکارتر و ضد بشرتر و به صورت سفارشی و با اهداف شوم و شیطانی تولید و به مردم عرضه میشه. Improved public health has caused the world's infant mortality rate to decline by 60% over the last 40 years. Unless nations will agree to work together to tackle these cross-border challenges posed by population growth, overconsumption of resources, and environmental degradation, the United Nations can and should play an essential role in helping the world find a satisfactory way of stabilizing world population and stimulating economic development in a manner that is sensitive. مشکل بعدی بحث تراریخته است که محققین میان ژن یک گونه گیاهی یا جانوری رو با ژن موجود دیگه از نوع گیاه یا جانور ترکیب میکنن. بذرهایی تولید میکنن که گندم نیست ولی گندمه، به همراه مقادیر زیادی سموم شیمیایی. گوسفندهایی تولید میکنن که گوسفند نیست، ترکیبی از ژن گوسفند و ژن سگه. این کار یکی از خطرناکترین مسائله. در آینده در زمینه تراریخته بیشتر کار خواهم کرد. از حدود 20 سال پیش به صورت قانونی و رسمی در ایران کشت تراریخته صورت گرفته و مردم این خوراکی‌ها رو مصرف کرده و می‌کنن. اگه به حجم بیماری‌های 20 سال اخیر توجه کنین، می‌بینین که مردم بسیار زیاد مبتلا به انواع بیماری‌های مختلف شدن. البته به نظر بنده و بر اساس شواهد و مدارک این عدد 20 سال دروغی بیش نیست که رسانه‌ای شده و قطعاً خیلی قبل‌تر از این حرفا تراریخته بر سر سفره مردم قرار گرفته. دقیقاً از زمانی که کمپانی آمریکایی تولید سلاح‌های شیمیایی برای جنگ با ویتنام بعد از پایان جنگ یه دفعه وارد صنعت کشاورزی و تولید محصولات و بذرهای کشاورزی شد، یعنی از سال 1975، حدوداً 40 سال پیش، کمپانی مونسانتو، شرکتی که اولین بمب اتم را ساخت، DDT و عامل نارنجی که در جنگ ویتنام استفاده شد، گوشه‌ای از تولیدات شیطانی این کمپانی هستند. مشکل بعدی حذف سبوس از آرده. سبوس همون سطح خارجی دانه گندمه. به بهانه اینکه نون خوب ور نمیاد و نمیشه به آسونی با آرد سبوسدار نون پخت، سبوس گندم رو کاملا جدا کرده و جداگانه به عنوان خوراک دام میفروشن. بعد به جاش به آرد افزودنی اضافه میکنن تا به دروغ جبران این کمبودهای تغذیه‌ای رو بکنه. اما در واقع با ایجاد انواع بیماری‌ها میخوان شما رو بیمار کرده و نیازمند داروهای تولیدی خودشون کنن. اقتصادی دو جانبه. نتیجهش میشه این که مرغ و خروس، گاو و گوسفند از ما سالمتر میمونن. اما اگه گندم، آرد و نون کاملا ارگانیک و به همراه سبوس کامل مصرف بشه، چه خواصی برای بدن داره؟ سبوس خواص پروبیوتیکی داره و باعث افزایش باکتری‌های مفید روده و معده و در نتیجه قوی شدن دستگاه گوارش میشه. معده خانه بیماری هاست و با داشتن معده و روده تنظیم و سالم، انواع بیماری‌ها از بدن دور خواهند موند. پیشگیری از سرطان کلون خاصیت بعدی مصرف گندم کامله. گندم کامل پر از آنتی اکسیدان بوده و با ممانعت از شدت و سرعت اکسید شدن بدن باعث طولانی تر شدن عمر انسان میشه. ویتامین آ، تیامین، ریبوفلاوین، نیاسین، کربوهیدرات ها و پروتئین تعدادی از مواد معدنی موجود در آرد کامل هستند که با گرفته شدن سبوس همه اینها از دست میرن.
علاوه بر این شما با یه تیکه از نون کامل سیر میشین، در حالی که با نون بدون سبوس و با صرف چند عدد نون هم انرژی لازم رو به دست نمیارین و مدام خسته و بیحال خواهید بود. نکته عجیب و شگفت‌آور دیگه‌ای درباره نون وجود داره. آیا به خاطر دارین 20 سال پیش در ایران نون لواش رو به چه سبکی میپختن؟ در تنور سفالی. اما الان چی؟ روی دستگاه‌های پخت اتوماتیک دوار که جنس رویه‌ای که روش نون رو می‌زنن تا پخته بشه از چدنه. ظروف چدنی از ترکیب آهن، کربن و سیلیسیوم ساخته میشه. اینجا هم نکته پنهانی وجود داره. چدن و ظروف چدنی آهن موجود در خودشون رو آزاد و به غذا منتقل می‌کنن. این موضوع باعث میشه آهن فراوانی به غذا وارد شده و در واقع اووردوز صورت بگیره. نونی که روی این سطوح چدنی پخته شده فراوان حاوی آهنه. همونطور که احتمالاً می‌دونین این حجم از آهن باعث رسوب آهن در جداره رگ‌ها و تشکیل لخته‌های خونی میشه. این لخته‌های خونی باعث بروز سکته قلبی و انواع بیماری‌های قلبی عروقی شده و از عوارض دیگرش میشه اشاره کرد به سرطان روده بزرگ و آلزایمر. عجیب‌تر از این موضوع اینه که وقتی به فارسی تایپ می‌کنین عوارض یا مضرات چدن، هیچ‌گونه اشاره‌ای به چنین موضوعی نشده، در حالی که این موضوع در وب انگلیسی کاملاً آشکار و برای مخاطب هویداست. با این حجم از شیاطین چه باید کرد؟ راهی باستانی وجود داره. هزاران سال مردم نون رو در تنور سفالی پختن و عمرهای بسیار طولانی کردن. نونوایی هایی رو در شهر و محلی که زندگی میکنین پیدا کنین که در تنور سفالی پخت میکنن و این موضوع پختن روی چدن و آهن رو با مردم به اشتراک بذارین تا دکان نونوایی های صنعتی و چدنی تخته شده و با جان مردم بازی نشه. این نونواهای زحمتکش هم برای کسب روزی میتونن برگردن به همون تنور سفالی. میدونم تعداد نونوایی های تنوری بسیار کمه، اما اگه سلیقه مردم عوض بشه و خرید نکنن، این افراد چاره‌ای نخواهند داشت جز تعویض تنورها. اگه می‌خواید بر اثر سکته قلبی نمیرین یا بدتر از اون فلج نشین، چون ممکنه سکته انسان رو نکشه و فلج کنه و فرد تا آخر عمر وبال خودش و اطرافیانش بشه. یه سری تنورهای سفالی سیار در وب دیدم که به صورت اینترنتی هم در به منازل ارسال میشه و میشه مثل ماشین لباسشویی اونو داخل آشپزخونه جا داد. با گاز شهری کار می‌کنه. هفته یه بار خمیر درست کرده و نون بپزین و در یخچال نگهداری کنین. موضوع مهم بعدی تولید آرد با سبوس کامله. دولت‌ها برنامه‌ای برای این کار ندارن و در واقع سودشون در وضع موجوده. لذا برای حفظ سلامتی در شرایط کنونی راهی نیست جز اینکه گندم کامل خریداری کرده و به روشی آسیاب و تبدیل به آرد کنین. برای تهیه آرد از گندم هم دستگاه‌های سنتی وجود داره و هم صنعتی. افرادی که امکان پخت نون در تنور خانگی و آسیاب گندم کامل رو دارن دریغ نکنن و بی خیال نباشن. همه شیاطین دست به دست هم دادن تا من و شما رو هر چه زودتر بیمار یا جوانمرگ کنن. لازمه گندم تراریخته و تغییر ژن داده شده نباشه. متاسفانه راه آسانی برای تشخیص گندم ارگانیک از تراریخته وجود نداره و فقط تعداد معدودی آزمایشگاه مجهز به امکانات تشخیصی هستن. تنها راه اینه که به روش‌های دولت مردان رو مجبور کنین انواع گندم و سایر محصولات ارگانیک رو به مردم معرفی کنن و از کاشت و برداشت و همینطور واردات اقلام تراریخته خودداری بشه. اگه بخواین یه دستم صدا داره. از شبکه‌های اجتماعی و سلبریتی‌ها کمک بگیرین و کمپین نه به تراریخته را بندازین و بقیه امور رو به پروردگار واگذار کنین تا شر فتنه‌گران از سر بندگانش کم بشه. حالا سراغ یکی از بخش‌هایی می‌ریم که روح انسان با وجدان رو تازه می‌کنه. اگه ببینید سرورانم در 1300-400 سال پیش چه گفته‌اند، تعجب خواهید کرد. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم: بهترین خوراکتان نان و بهترین میوه‌تان انگور است. انسان باید نگاه کند که چه می‌خورد. خرید گندم فقر را از بین می‌برد. خرید آرد تنگ دستی می‌آورد و خرید نان نابود کننده است. گفته شد خداوند تو را عمر طولانی دهد. هر کس قدرت بر خرید گندم ندارد چه کند؟ فرمود: آن درباره کسی است که قدرت دارد و انجام نمی‌دهد. هرگاه یک درهم داشتی با آن گندم بخر، چرا که نابودی در آرد است. خرید آرد ذلت است، خرید گندم عزت و خرید نان فقر است. هر کس گندم بخرد مالش زیاد می‌شود، هر کس آرد بخرد نصف مالش نابود شود و هر کس نان بخرد مالش از دست می‌رود. و اما نکات مهم نان. قرص های نان را کوچک درست کنید که برکت و بهره برداری از نان بیشتر می شود. نان را اکرام و احترام کنید که خداوند عزوجل آن را از برکات آسمان فرستاده و از برکات زمین رویانده. پرسیدند اکرام آن چیست؟ فرمود: گرامی داشتن نان آن است که دور نریزید و زیر پا نیندازید و هنگامی که بر سفره گذارده شد به انتظار آوردن غذای دیگری نباشید و خوردن آن را شروع کنید. 20 خصلت فقر می آورند. یکی از آنها بی‌اعتنایی به نان و خورده های نان است. به
راستی بنده پاره نانی صدقه می‌دهد، آن پاره نان آنقدر نزد خدا بزرگ و با ارزش می‌شود تا جایی که در عظمت و منزلت همانند کوه احد گردد. صدقه دادن یک قرص نان از قربانی کردن حیوان لاغر بهتر است. قرار دادن خمیر در ظرف دربسته برای مدت مناسب موجب بیشتر شدن حجم و مقدار بهره برداری از آن برای پخت نان می‌شود و در برتری نونی که از جو پخته شده باشه نسبت به نون گندم. اگر خداوند در چیزی بیش از جو شفا و درمان میدید، جو را خوراک پیامبران قرار نمیداد. برتری نان جو بر گندم همانند برتری ما بر دیگر مردمان است. هیچ پیامبری نیست که برای خورنده جو دعا نکرده و برای او برکت نخواسته باشد و هیچ معده‌ای نیست که جو به آن راه یافته و همه دردها از آن بیرون نرفته باشد. جو خوراک پیامبران و غذای نیکان است. خداوند متعال جز این را نخواسته است که خوراک پیامبران خیش را جو قرار دهد. مسلمانان تا وقتی که به پوشیدن لباس غیر مسلمانان و خوردن غذای آنها رو نیاورده اند مشکلی نخواهند داشت، اما وقتی به فرهنگ آنها رو آوردند خداوند نیز ذلت و بیچارگی را بر آنها چیره میکند. برای مقابله با آنهایی که میخوان من و شما رو از طریق نان بکشند، تصمیم دارید چیکار کنید؟ بنویسید.